اولین سوالم سوالیه که همه از شما میپرسن قاعدتا این روزه. شما چرا اینقدر لاغر شدی؟ من خوشحالم از اینکه لاغر شدم، ولی خب اون راهی که لاغر شدم خیلی توصیه نمی کنم. دو تا جراحی داشتم که اتفاقی پیش اومد و باعث شد که من یه مقدار لاغرتر بشم. به قول قومی ها میگن حسن خوبه این جراحی این بود که من لاغرتر شدم. حسن بدم داشت که یه مقدار درد و اینا بود. به خیر و خوشی و سلامت؟ بله، من الان حالم خوبه و دوره نقاهت هم تموم شد. چی شد که ایران یهو از این رو به اون شد؟ یهو از مقاومت و نمیدونم اینا رسیدیم به ماچ و بوسه و این وسط چی یه شبه تغییر کرده در سیاست جمهوری اسلامی؟ ببینید، رژیم جدید تحریم ها از سال 2006 علیه ایران وضع شده و از سال 2010 به این طرف خیلی سخت‌تر شده. تحریم هایی که الان ایران باش مواجه هست تقریبا تحریم های بی سابقه است و کشوری نمی‌شناسیم که تحت چنین تحریم هایی قرار گرفته باشه. حتی عراق زمانه؟ حتی عراق به یک معنا هم، عراق هم شاید با همچین تحریم هایی مواجه نبود. علاوه بر این که وضعیت ایران مثل عراق نیست، یعنی این که عراق مشکلات خیلی زیادتری داشت، وارد با دو تا کشور جنگ رو آغاز کرده بود و در حقیقت به شکل دیگه بهش نگاه می‌شد. اما ایران وضعیتش بسیار متفاوت هست. به رغم اینکه گفتن که این تحریم‌ها تحریم‌های هوشمند هست نه تحریم‌های فراگیر، ولی به هر حال سراغ یه چیزایی رفتن که تمام اقتصاد ایران رو تحت تاثیر قرار داد، مثل سیستم بانکی یا مثل درآمد نفت مثلا. پس تحریم‌ها موثر بود؟ تحریم‌ها به اضافه سوء مدیریت و به اضافه فساد گسترده، یعنی در شما در ایران وقتی این سه عامل رو با هم ترکیب می‌کنید می‌بینید که به رغم این تحریم‌ها باز پول زیادی وارد مملکت شده، اما سوء مدیریت و فساد باعث شده که اونطور که آقای احمد توکلی نماینده مجلس گفته خزانه رو جارو کردن و با رفتن آقای احمدی نژاد در حقیقت پولی هم در خزانه دولت باقی نمونده. همین اتفاق زمان جنگ افتاد. زمان جنگ هم آقای خمینی میگفت تا 20 سال این جنگ طول بکشه ما ایستاده ایم، راه قدس از کربلا میگذرد، جنگ جنگ است و عزت و شرف ما در گرو این جنگ است. یعنی همونطور که الان برنامه هسته‌ای موضوع غرور و افتخار ملی هست، اون موقع جنگ موضوعش عزت و شرف بود. ولی وقتی پولشون تموم شد آقای خمینی گفت که من جام زهر رو مینوشم. من فکر میکنم انتخابات کاملا طراحی شده بود برای اینکه به یک سمتی پیش بره که به هر حال سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی تغییر پیدا بکنه. پس انتخابات طراحی شده بود به نظر شما؟ به نظر من قطعا طراحی شده بود. هیچ شکی نیست که اون کسانی که شورای نگهبان تأیید صلاحیت میکنه کسانی هستن که با مطالعه بسیار زیاد و با تأیید آقای خامنه ای در حقیقت راه پیدا میکنن به این رقابت. یعنی آقای روحانی انتخاب آقای خامنه ای بود در نظرش؟ به نظر من تصمیم بود که حداقل تصمیم بود که آقای خامنه ای در روزهای آخر گرفت. ببینید، آقای خامنه ای اومد گفت که برای اولین بار اومد گفت کسایی که جمهوری اسلامی رو قبول ندارن، یعنی بعد از 34 سال کسی صحبت کرد از یک عده‌ای از مردم در ایران که جمهوری اسلامی رو قبول ندارن ولی شرکتشون در انتخابات میتونه مؤثر باشه. کسانی که جمهوری اسلامی رو قبول ندارن خب معلوم بود با آقای جلیلی رای نمیدن، حتی با آقای قالیباف رای نمیدن. سیاستی که دولت داشت در نبستن اینترنت، نبستن تلفن‌های همراه، در حالی که در سال 1388 ما میدونیم که روزهای منجر به انتخابات گزارش های که همه چیز بسته شده بود، چه کسانی از تلویزیون‌های ماهواره‌ای یا فیسبوک و توییتر بیشتر استفاده می‌کردن؟ بیشتر طبیعتاً آقای روحانی بود. یا آقای روحانی خودش اومد در جماران بود فکر کنم یه صحبت کرد گفت بگذارید سربسته بگویم اون اتفاقاتی که در سال 88 افتاد این بار اتفاق نخواهد افتاد. به هر حال یعنی ما می‌دونیم که کنترلی که آقای خامنه‌ای داره بر نهادهای قدرت امروز بیش از هر روز دیگه در گذشته است و هیچ دلیلی نداشت که آقای خامنه ای 50% و 67% رو 2% کمتر نکنه. بله بله. تا اینکه آقای روحانی مثلا با یه شخص دیگه وارد دور دوم بشن. اونهایی که اون تقلب های عظیم رو کردن
برای 1% یا 2% مشکل زیادی نداشتن. برحال من میگم آقای خامنه‌ای نه اینکه تقلب گسترده شد مثل سال 88، ولی شرایط رو به زمین به شکلی فراهم کرد که همه راضی باشن، مردم راضی، اصلاح طلبا راضی، یعنی در حقیقت در بین این 8 نفر بهترین کس انتخاب شد و در و اون کسای دیگه نمیتونن بگن که تقلب شد یا تقلب. خب آقای خالص همه پشت پرده. بله بله آقای خالص، این بهترین کس که شما میگید آقای حسن روحانی، با مطالعاتی که شما راجع به آیت الله ها دارید و راجع به روحانیون دارید، سیاست هایی که ادله‌ای که آقای روحانی مطرح میکنه، طرز برخوردش با مسائل، طرز آن چیزی که در اینجا ما بهش میگیم ریزنینگ در مورد مسائل متفاوتی که ارائه میده، از نظر شما این یک سیاست آخوندیه یا یک سیاست دیپلماتیکه؟ و اصلا چیزی به نام سیاست آخوندی ما داریم یا نه؟ در زبان عامه میگن سیاست آخوندی، درسته؟ همین چیزی داریم اصلا؟ هم آره هم نه. یعنی اگه منظورتون اینه که یک چیزی باشه که تدوین شده باشه، یه اصولی داشته باشه، نه. ولی سیاست آخوندی یا آخوندا سیاستشون اصولا بر اساس بقاست. یعنی روحانیت یک نهاد محافظه‌کار در اساس خودش، این که انقلاب کردن، این انقلاب رو روحانی نهاد به اصطلاح یک بدعت بود، هم انقلاب هم تئوری ولایت فقیه. این در حقیقت تأثیرپذیری روحانیت یا بخشی از روحانیت از مارکسیسم بود. یعنی انقلاب از درون روحانیت در نمیاد، تئوری انقلاب. روحانیت نماینده سنته و نماینده سنت در ذات خودش محافظه کاره. اون چه که براش مهمه بقاست. بر سر بقاش حاضر هر معامله رو بکنه. با هر شرایطی کنار میاد. یک قصه براتون میگم، شاید براتون جالب باشه. آقای خمینی زمانی که در نجف بود خیلی میرفته پیش علما صحبت میکرده از خطر اسرائیل و اینکه علما باید علیه اسرائیل صحبت بکنن اینا. بعد خودش تعریف کرده بود برای صادق طباطبایی که در خاطراتش نوشته که علما بهش گفته بودن که آقا این اسرائیل که شما میگین خطر داره قراره به عراق حمله کنه. گفت نه، به عراق قرار نیست. گفت پس برای چی ما علیه اسرائیل حرف بزنیم؟ یعنی تا جایی اینا واکنش نشون میدن که منافع خودشون به خطر بیفتد. جمهوری اسلامی هم همین شکلیه. یعنی ما میگیم خودش ادعا میکنه ما طرفدار مسلمانان جهانیم، ولی بین مسلمان ها خونشون همه همرنگ نیست، بعضی قرمز بعضی قرمزتره. یعنی خون مسلمان های فلسطین خیلی قرمزه، ولی خون مسلمان های میانمار خیلی قرمز نیست. خون مسلمان هایی که دولت چین میکشه خیلی قرمز نیست. اینه که بستگی به مسلمانش هم داره. یا در سال دهه 90 میلادی در درگیری بین ارمنستان مسیحی و آذربایجانی که نه مسلمانن، اکثریتشون شیعن، ایران طرفدار ارمنستان بود. چرا؟ به خاطر اینکه ارمنستان متحد سوریه بود و آذربایجان متحد آمریکا بود. یعنی آره اسلام هست تا اطلاع ثانوی، میدونی؟ تا جایی که با منافع ما اصلا تئوری آقای خمینی در مورد حکومت همین بود دیگه. احکام اسلام باید اجرا شود مادامی که با منافع دولت و با مصالح دولت اسلامی در تعارض نیست. خب این که من برنامه هسته ای ایران رو و این مشکل هسته ای رو و این معضل رو 6 ماه حل میکنم، قول و قرار ایسای روحانی داره میده به ایران و به جامعه جهانی، چقدر این ممکنه از نظر شما؟ ببینید احتمالاً تا 6 ماه یک سال دیگه آقای روحانی به احتمال زیاد موفق خواهد شد که یک عقب نشینی هایی رو در زمینه برنامه هسته‌ای انجام بده و در ازایش یک سری تحریم هایی رو برداره. این اتفاقی است که میفته. اما بحران هسته‌ای ایران یک بحران همیشگی است. چرا؟ به خاطر اینکه ایران تصمیم نداره برنامه هسته‌ایش رو تعطیل کنه. تا زمانی که برنامه هسته‌ای ایران تعطیل نشده، اون چه که جامعه بین المللی از ایران میخواد اینه که این برنامه هسته‌ای در درجه اول کاملا شفاف باشه. یعنی بازرسان بین المللی اجازه داشته باشن که مرتب از همه تأسیسات بازدید بکنن. و دوم این که حالا بگذاریم از مسئله اورانیوم غنی شده و چقدرش باید در چند درصدش در ایران باید ایران میتونه غنی بکنه اورانیوم رو، چند درصدش باید به خارج برده بشه، اونا بحث تکنیکیش به کنار. دوم این که جمهوری اسلامی باید
مسئولیت کارهاش رو و مسئولیت پیمانهای بین المللی رو از جمله پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای رو باید بپذیره و در حقیقت به قوانین بین المللی که تعهد داده باید پایبند باشه. این تا زمانی که جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای داره این شرایط هم هست، یعنی که مدام این تنش و درگیری با جامعه بین المللی وجود داره. من تصور نمی کنم که آقای روحانی قصد داشته باشه برنامه هسته ایران رو تعطیل کنه. اگر قراره تعطیل بکنه تا 6 ماه یک سال دیگه، بله میتونه حل کنه. در حقیقت حل برنامه هسته ای به منحل کردن اونه. ولی شما نمیتونین این بحران رو حل بکنین در عین اینکه به هر حال میخواین سنتریفیوژتون کار بکنه، میخواین اورانیوم غنی بکنین، میخواین تاسیساتتون رو داشته باشین. آقای نتانیاهو اومد صحبت کرد در سازمان ملل دیروز، زیاد خوشحال نبود از برخورد آقای روحانی و برخورد آمریکا اتفاقا با آقای روحانی و اون مکالمه تلفنی. از نظر شما آیا اسرائیل بالاخره هدف اصلش چیه و کلا یعنی اسرائیل میخواد که واقعا بمباران کنه ایران رو، میخواد بره به اون سمت، میخواد بره به سمت جنگ، یا اینکه در نهایت معامله احتمالی هسته ایران و آمریکا رو اسرائیل خواهد پذیرفت؟ یکی از غیر منطقی ترین حوادث تاریخ ما این دشمنی بین ایران و اسرائیل. چرا؟ ایران و اسرائیل بالقوه دو متحد طبیعی در منطقه هستند، به دلیل اینکه در یک منطقه زندگی میکنن که کشورهای پیرامونشون همه دشمنن باشون و دشمنیشون هم تاریخیه. ایران هیچ دوستی در منطقه نداره، اسرائیل هم هیچ دوستی در منطقه نداره. ایران برای حفظ توازن قدرت در منطقه به نیروهای خارجی وابسته است، به کشورهای خارجی وابسته است و این داستان از صفویه به این طرف، یعنی از زمان صفویه ما با دول اروپایی متحد می شدیم علیه امپراتوری عثمانی مسلمان، در اینکه توازن قدرت رو با امپراتوری مسلمان به این شکل ما حفظ می کردیم. اسرائیل هم برای حفظ توازن قوا متحدانی خارج از آمریکا، خارج از منطقه خاورمیانه داره. بنابراین ایران و اسرائیل میتونن متحدان بسیار خوبی باشن. زمان شاه تا اندازه این اتحاد وجود داشته. در زمان جنگ ایران و عراق، ایران و اسرائیل به رغم همه این تبلیغات ضد اسرائیلی روابط پنهان داشتن و حتی اسرائیلی ها اسلحه به ایران میفروختن برای اینکه در جنگ با عراق ازش استفاده بشه، به خاطر اینکه عراق همونطور که دشمن ایران بود دشمن اسرائیل هم بود. اما دو مسئله است. اسرائیل با ایران دو تا مسئله داره. یک مسئله برنامه هسته ای است. جمهوری اسلامی اسرائیل رو به عنوان کشور به رسمیت نمیشناسه و مقامات ایرانی، آیت الله خمینی، آیت الله خامنه ای، رئیس جمهور سابق ایران رسما گفتن و همینطور آقای رفسنجانی در حدود 15-20 سال پیش که در نماز جمعه که اسرائیل باید از صفحه روزگار محو بشه. یک کشوری که برنامه هسته‌ای دنبال میکنه، ما نمیدونیم که آیا ایران میخواد بمب بسازه یا نه، ولی اگر بمب نسازه باید خیلی محاسبه‌گر خوبی نباشه، بخاطر این هزینه که داره میده هزینه برنامه نظامی هسته‌ایه، هزینه یک برنامه مسالمت جویانه نیست. بنابراین شما با همچین وضعی طرف هستین. از طرف دیگه ایران به صورت فعال به تمام نیروهای ضد اسرائیلی در منطقه کمک میکنه. خب این حق رو داره که اسرائیل این حق رو داره که راجع به برنامه هسته‌ای ایران نگران باشه. اما یک نکته خیلی مهم، این تنها اسرائیل نیست که راجع به برنامه هسته‌ای ایران نگرانه، تقریبا تمام کشورهای منطقه راجع به برنامه هسته‌ای ایران. عربستان خیلی نگرانه. ببینید رابطه ایران و عربستان به هیچ وجه خوب نیست، خوب نبوده و خوبم نیست. یک موقع‌هایی تا یه حدودایی خوب شده، ولی چه کسی حجاج ایرانی رو در مکه قتل عام کرد؟ عربستان سعودی. چه کسی میخواست سفیر عربستان رو در واشنگتن ترور کنه؟ ایران. ایران و عربستان در یمن با هم میجنگن، در بحرین با هم تنش دارن، در افغانستان نیروهای طالبان از عربستان پول میگیرن، نیروهای هم حسن از ایران پول میگیرن. ایران و عربستان در یک جنگی به سر می، یک جنگ پنهانی به سر میبرن از دهه ها پیش. و عربستان بسی بیشتر از اسرائیل
نسبت به برنامه هسته‌ای ایران حساس است. علاوه بر اون کشورهای منطقه، اگر شما با کشورهای حاشیه خلیج فارس صحبت کنید با دیپلماتاشون، میگن اسرائیل یک کشور قدرتمنده، متحد آمریکا هم هست، آمریکا حفاظتش میکنه. ولی ما کشورهای کوچیک چی؟ ما کشورهای کوچیک اگر ایران به قدرت هسته نظامی دست پیدا بکنه، نه اینکه بمب هسته‌ای میزنه به بحرین یا بمب هست، نه، بحث اینه که دستیابی ایران حتی به توانایی هسته‌ای توازن قدرت رو به هم بله. یعنی ایران رو در موضعی قرار میده که میتونه به راحتی کشورهای کوچیک دیگر رو در منطقه تحت سلطه خودش یا تحت نفوذ خودش قرار بده. خب این نگرانی ها هست در حقیقت. میشه گفت که چی؟ ببینید در شورای امنیت سازمان ملل 4 بار قطعنامه علیه برنامه هسته ایران صادر شده. هر 4 بار 6 عضو شورای امنیت سازمان ملل از جمله روسیه و چین رأی دادن علیه این برنامه. بنابراین برنامه هسته ایران موضوع نگرانی روسیه و چین که از کشورهایی هستن که به هر حال سیاست متفاوت دارن هست. این که ما فکر کنیم که برنامه هسته ایران فقط نگرانی اسرائیل، نه اینطور نیست. برسیم به این مکالمه تلفنی بین آقای اوباما و آقای روحانی. خب خیلی تاریخی بود. عده‌ای فکر میکنن که مصرف داخلی داشته برای آقای اوباما که افکار رو متمرکز کنه از روی اختلافی که الان با جمهوری خواهان داره در کنگره به سمت دیگری، و عده جوری دیگری فکر میکنن. چقدر فکر میکنید که این مکالمه تلفنی آغاز یک روند جدید هست در رابطه بین ایران و آمریکا، و آیا ما مثلا یه دفعه میتونیم ببینیم که سفارتخونه آمریکا باز بشه در تهران در چند ماه آینده یا چند سال آینده، یا تحلیل شما چیست؟ ببینید برای سالهای متوالی جمهوری اسلامی در تبلیغاتش گفت که ما، یعنی در تبلیغاتش که در غرب میکرد نه در داخل ایران، دیپلماتاشون اینجا میفرستادن که ما که مشکلی نداریم با آمریکا حرف بزنیم، آمریکاست که به مثلا نشانه های خوبی که در ایران به وجود میاد مثل زمان خاتمی جواب مثبت نمیده. میدونین آمریکا اصلا نمیخواد با ما آشتی بکنه، آمریکا نمیخواد مسائلش از طریق دیپلماتیک حل بکنه. ما میدونیم که در 30 و چند سال گذشته آمریکا بارها، آمریکایی‌ها با ایرانی‌ها تماس داشتن. این تماس‌ها پنهان بوده. حتی در سال 2004 در یک کنفرانس در شرم الشیخ که کالین پاول وزیر امور خارجه آمریکا بود، در کنارش آقای خرازی در برسر میز شام نشست و این طرفش هم هوشیار زباری وزیر امور خارجه عراق، و تمام شب با هم دیگه صحبت کردن. یعنی حتی مذاکره ظریف و کری، اولین دیدار واقعی دو وزیر امور خارجه نیست، بلکه اولین دیدار رسمی است. این بار هم طبق گفته خود آقای روحانی و طبق گفته مقامات ایران، بارها و بارها کاخ سفید سعی کرده که هم زمینه دست دادن رو در سازمان ملل فراهم کنه، هم برای تماس تلفنی. و ایران سرانجام لحظه آخر در راه فرودگاه قبول کرده که آقای روحانی صحبت کنه. یا مثلا یک صحبتی هم هست برمینه که ایرانی ها گفتند که ما الان حاضریم که شما به ما زنگ بزنید. بهر بعد از اینکه اونا هی زنگ زدن، اینا گفتن خب حالا ما، این طبق روایت جمهوری اسلامی، من که نبودم نمیدونم. به هر حال میخوام بگم که این خیلی مهمه، یک که اتمام حجته. دیگه هیچ کس نمیتونه بگه که آمریکا سعی نکرده برای اینکه مستقیم با ایران بشینه حرف بزنه. اینا همش گفتن که یک عده من اینجا موش میدونن، نمیدونم اسرائیل داره مداخله میکنه، ما میتونیم مشکلاتونو با هم حل کنیم. نه، هیچ، آمریکا کاملا گشوده است به روی مذاکرات مستقیم. دو، اینکه معلوم شد که همچین هم این شیطان بزرگ هم همچین هم نه شیطانه نه بزرگه، یعنی که برحال شما با دشمنتون هم باید بشینین حرف بزنین. منتها چه خوب بود که ایران با آمریکا قبل از این تحریم ها صحبت میکرد. الان در موضع بسیار بسیار ضعیفتری است. چه خوب بود که ایران با آمریکا قبل از این بحران سوریه صحبت میکرد. چه خوب بود آمریکا، ایران زمانی که پای امریکا به منطقه باز نشده بود در سال 2003، اون موقع با آمریکا صحبت میکرد. ببین انقدر فشار اومده که کمابیش همون جام زهر
بعد از آخر جنگ هست و هیچ کس نمیگه که ایران با قدرت در مثل اون داستان یه ضرور مسئله آمریکایی هست که یک نفر سقفش نشت میکرد، آب وقتی بارون میومد چکه میکرد، بعد تابستونا که میگفت که حالا که بارون نمیاد که من برم سقفمو درست کنم، زمستونا هم که خب برف بود میگفت حالا که نمیشه سقفو درست کرد. ایران زمانی که در موضع قدرت بود میگفت ما برایش مذاکره بکنیم، وقتی در موضع ضعف بود میگفت که الان وقت مناسبی نیست. الان به موضع استیصال افتاد، یعنی راه دیگه ای نداره ایران. جمهوری اسلامی اقتصادش در آستانه ورشکستگی است، یعنی تا چند ماه دیگه اگر وقتی آقای روحانی میگه تا 6 ماه دیگه من این مسئله رو حل میکنم، امیدوارم حل کنه، چون اگه حل نکنه ما با بحران‌های بسیار شکننده اقتصادی در ایران مواجه هستیم که حتی شاید خود حکومت هم یک سال پیش دو سال پیش تصورش رو نمیتونست بکنه و مردم ایران هم هنوز خبر ندارن، مگر کسانی که کارشناسان اقتصادی هستن یا به آمار و اطلاعات سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی دسترسی دارن. بنابراین این اتفاق باید میافتاد و خیلی خوب شد که اتفاق افتاد و من امیدوارم که ایران این بار اشتباهاتی رو که دفعات قبل کرده نکنه و از این در گشوده به روی دیپلماسی استفاده بکنه. در وقتی آقای روحانی اومد و رفت، نگاه سیاستمداران و اندیشمندان به صورت عمومی، اونهایی که شما در واشنگتن میشناسید و اصلا کلا مطبوعات خارج از ایران نسبت به آقای روحانی چگونه بود؟ چه برداشتی داشتن؟ آیا خوشبین هستند نسبت به آقای روحانی؟ یه بخش عمده از سیاستمدارا و روزنامه نگارا نه اینکه آقای روحانی روشون تأثیر گذاشت، دوست داشتن آقای روحانی روشون تأثیر بذاره. یعنی اینکه شما وقتی وارد یه اتاقی میشین همه چیزو نمیبینین، اون که دوست دارین ببینین میبینین. یعنی خسته شده بودن از اون وضعیت احمدی نژاد و حالا میخواستن هر کسی، یعنی شما میگید هر کسی دیگه غیر از روحانی اگر میومد یه ذره ملایم‌تر بود قبول می‌کرد. قالیباف هم اومده بود، نه جلیلی، ولی قالیباف هم اومده بود. قالیباف هم دقیقاً همین شور و شعف رو برمی‌انگیخت. چرا؟ یک، ایران به یک مسئله بسیار فرساینده بدل شده برای سیاستمدارای غرب. دو، منطقه خاورمیانه منطقه است دردسرساز و غربی‌ها نمی‌خوان وارد یک رویاروی نظامی تازه در این منطقه بشن، به دلیل اینکه اقتصاد غرب در وضعیت خوبی نیست، مردم غرب اصلا حاضر نیستن دولت هاشون وارد جنگ جدیدی بشن. بنابراین دنبال نکه دیپلماسی، یعنی حتی یک توافق های تاکتیکی یک پیروزی برای دیپلمات ها و سیاستمداران غرب به شمار میاد. مثل بچه که برای اولین بار میخواد راه بره، پدر مادرش کف میزنن براش و تاتی تاتی میکنن و میگن باریکلا حالا اومدی و... یعنی تشویقات از تشویقهای مبالغ آمیز هست. این اتفاق است که داره راجع به ایران میفته. برای اولین بار ایران اومده میگه من میخوام با آمریکا حرف بزنم، اشکالی نداره، شاید هم اومدم دستم دادم دفعه بعد کارایی هم کردم که قبلا نمیکردم، با یک شعف مبالغه شده ای روبرو شده برای اینکه تشویق بشه این راه رو ادامه بده. نه. این راهی که آقای اوباما روز اولی که آمد در کاخ سفید جز اولین کارهایی که کرد فرستادن نامه به آقای خامنه‌ای بود. اولین بار در تاریخ این 30 چند سال پیش نام جمهوری اسلامی رو به جای رژیم تهران یا رژیم ایران به کار برد، مفهوم این که من به رسمیت می‌شناسم این حکومت رو. برای اولین بار دیپلمات‌های آمریکایی مجاز شدن که ارتباط بگیرن با دیپلمات ایران. یعنی تمام این کوشش ها رو کردن، بعد از 5 سال فقط اون تحریم ها باعث شد که اینها جواب بدن. اگر اون تحریم ها نبود همچنان ما با پاسخ منفی تهران. خب در سیاست داخلی ایران آقای روحانی آنهایی که شکست خوردن ازش در خرداد ماه به نظر شما یا کمین کردند که برگردند در ماه های آینده و یک جناحی رو درست کنن و کارشکنی بکنن در مقابل سیاست های آقای روحانی، یا اینکه نه همچین برنامه‌ای از نظر شما نیستش در داخل ایران؟ شما یک حکومت ایران یک بدن انتصابی داره و یک زائده انتخابی، مثل یه بدنی که یه زائده پیدا میکنه. این زائده انتخاباتی سلامتش، بیماریش، همش بستگی داره به اون بدن انتصابی.
آقای خامنه‌ای 4 تا نهاد اصلی در دستش و تحت قدرتش هست. یک، نهاد قوه قضاییه، کلید زندان دست آقای خامنه‌ای. دوم، نیروهای مسلح، اصلا دست آقای خامنه‌ای. سوم، نهادهای اطلاعاتی، دستگاه اطلاعاتی، تمام اطلاعات هم دست ایشونه. و چهارم، دستگاه تبلیغاتی، صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد. با این 4 تا به راحتی میشه هم جهان کنترل کرد، یعنی نهادهای دموکراتیکی مثل مجلس یا ریاست جمهوری به راحتی میشه کنترل کرد. فراموش نکنید رئیس جمهور در ایران اصولا خیلی شغل خوش اقبال و با شانسی نیست. اولین رئیس جمهور ایران الان در تبعید در پاریس، دومینش ترور شد، سومینش 8 سال از اینکه قدرت نداشت مینالید و درگیر بود با نخست وزیرش. این ستای اخیر قبل از آقای روحانی هم همه 1-2 سال اول خیلی قدرتمند بودن، بعد به تدریج ضعیف شدن. بله. خب آقای روحانی حتی آقای رفسنجانی یه نمونه خیلی عجیب غریبه شه، به خاطر اینکه زمانی که رئیس جمهور شد قدرتش از آقای خامنه‌ای بیشتر بود. وقتی که رئیس جمهور ترک می‌کرد در حضیض قدرت خودش بود و بعدش که اصلا سیام شد. بنابراین آقای روحانی فارغ از اینکه شخصش کی هست، شخصیتش چیه، ایدئولوژیش چیه، استثنایی بر این قاعده نیست. یعنی قدرتمندترین زمان در... یعنی زمانی که آقای روحانی قدرتمنده 1-2 سال اوله. همینطور که پیش میره اولا پایگاه اجتماعیش از دست میده، مردم طبیعتا مثل همه جای دنیا، ولی علاوه بر این اختلافاتش با بقیه نهادهای قدرت بیشتر میشه و اونها کم کم بسیج میشن تا او رو تضعیف کنن. این بلا رو سر آقای احمدی نژاد در آوردن، سر آقای خاتمی در آوردن، سر آقای با سه تا ایدئولوژی مختلف، سه تا کاراکتر مختلف. آقای روحانی یک تفاوت دیگه هم داره. آقای روحانی یک کسی است که از اون بدنه انتصابی اومده توی بدنه انتخابی، برعکس آقای خاتمی، برعکس مثلا حتی احمدی نژاد. این یعنی که خیلی هم اون چیزی که آقای قوچانی گفته حاکمیت یگانه یه جوری درسته، به این معنی که من میگم درسته که اون بدن انتصابی کاملا مصادره کرده بدن انتخابی رو. متوجه این چی میگم؟ یعنی انقدر پیش روی کرده که دیگه حالا مجلس میذارن به انتخابات، یک انتخاباتی که پیشگزینش آقای خامنه ایه، یعنی پیش نامزدهای برگزیده آقای خامنه ای به انتخابات گذاشته میشن، نامزدهای برگزیده آقای خامنه ای به انتخابات ریاست جمهوری برن. بنابراین آقای روحانی کسی است که از درون اون بدنه امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی میاد. همون روزهای اولی که همین فکر کنم 1-2 هفته گذشته بود آقای روحانی برای سپاه صحبت کرد، قبل از سفرش به نیویورک بود، به عکس اون چیزی که خیلی تصور میکردن گفت سپاه باید وارد پروژه های اقتصادی بشه و بله این کارا رو بکنه. خب این به این معناست که اون ساختار اصلی قدرت قرار نیست تکون بخورن، اون نظام توزیع ثروت در جمهوری اسلامی قرار نیست بر هم بخوره. من آخر سالم از شما آقای خلجی در مورد شباهت ها و تفاوت های دو روحانی در ایران، آقای حسن روحانی و آقای محمد خاتمی. آقای خاتمی خیلی مینالید که من قدرت ندارم، این دست من نیست، نمیتونم اصلاحات رو اونجوری که میخوام پیش ببرم، برای اینکه نهادهای موازی وجود دارن که نمیذارن من کارم انجام بدم. از نظر شما آقای روحانی چون از بدنه انتصابی گفتید اومده وارد بدنه انتخابی مملکت شده، آیا قدرت بیشتری داره نسبت به آقای خاتمی؟ آیا میتونه بهتر برنامه های خودش رو ارائه بکنه؟ یا اینکه راجع به این نظر صحبت کنیم، خاتمی و روحانی؟ قطعا اولا هر دوشون خیلی روحانی هم نیستن، به این مفهوم که سابقه آخوندی چندانی ندارن، در درون روحانیت هم خیلی به عنوان روحانی شناخته نمیشن. درسته که مثلا آقای روحانی رو هم آخوند نمیدونن. خب آقای روحانی 8 سال فقط در قم درس خونده طبق خاطرات خودش. آقای خاتمی چند سال؟ آقای خاتمی بیشتر، و منتها خب اینا از همون قبل از انقلاب رفتن دانشگاه و قبل از انقلاب طلبه هایی که می رفتن دانشگاه
کمابیش به این مفهوم بود که نمیخوان شغل طلبگی رو ادامه بدن، مثل بعد از انقلاب نبود، یعنی میخوان برن وکیل، آقای مثلا آقای روحانی میخواسته وکیل بشه، وکیل دادگستری بشه، یعنی دیگه نمیخواسته از روحانیت ارتزاق بکنه، نمیخواسته قوم باشه، نمیخواسته درون حوزه باشه. آقای خاتمی هم رفته و فلسفه خونده و خب طبیعتاً یا دبیر میشده یا استاد دانشگاه میشده. برای اینا یه تیپی هم که مثلا نمونه چی میگن به فارسی، سمپل روحانیت نیستن، یه نمونه تیپیکال روحانیت نیستن، بنابراین خیلی روابط حوزوی قوی ندارن. حالا آقای خاتمی یه تفاوتی داشت، پدرش خیلی آدم شناخته شده بود، برحال از طریق پدرش یک روابط آخوندی قوی داشت، ولی آقای روحانی این رو هم نداره. از فردای روز انقلاب آقای روحانی وارد ارتش میشه به دعوت آقای خامنه ای. این چیزیست که در خاطراتش نوشته. آقای زمانی که آقای روحانی در ارتش سپری کرده، در نهادهای نظامی و امنیتی سپری کرده، سه برابر چهار برابر زمانی است که در حوزه علمی سپری کرده. این یه تفاوت عمده است با آقای خاتمی. آقای خاتمی حالا فارغ از این که اول انقلاب چی فکر میکرده، بعداً اصلاح طلب شده، آقای خاتمی هیچ موقع ارتباطی با نهادهای نظامی امنیتی نداشته. هم اون زمانش هم سردبیر کیهان بوده، نمیدونم وزیر فرهنگ و ارشاد بوده، به هر حال آدمی بوده که میخواسته کار فرهنگی بکنه. آقای روحانی همیشه سر و کارش با نظامی ها و امنیتی ها بوده، بنابراین مرد تصمیم های پشت پرده است. به رغم آقای خاتمی که بسیاری حتی اون رو یک سیاستمدار خوب هم نمیدونن و فکر میکنن بیشتر یک روشن فکر تا یک سیاستمدار، آقای روحانی تمام سوراخ سنبه های این حکومت رو میدونه، سینش گنجینه اسرار در داستان مکفارلین و ایران کنترا نقش داشته، کسی بوده که در بسیار از مذاکرات پنهانی ایران با دول غربی نقش مهمی داشته، همینطور در مذاکرات هسته‌ای دور قبل. بنابراین یک آدمی است که محرم اسرار نظام هست، برای نظام ارزش استراتژیک آقای روحانی خیلی بیشتر از آقای خاتمی هست. آقای خاتمی از دست دادنش برای جمهوری اسلامی فقط یک از دست دادن یه وجهه دموکراتیک بود که خیلی هم برای جمهوری اسلامی مهم نیست اون، ولی از دست دادن آقای روحانی برای نظام خیلی مهمه. علاوه بر اینکه اون ارتباطی که آقای روحانی با سپاه و نیروهای این چنینی داره، آقای خاتمی اصلا نداشت. بنابراین من فکر میکنم که موفقیت آقای روحانی، اولا اهداف اینا با هم فرق میکنه. هدف آقای روحانی برداشتن تحریم ها و پیشرفت در برنامه هسته‌ایه، هدف طبق گفته خودش در تبلیغات ریاست جمهوریش، هدف آقای خاتمی استقرار جامعه مدنی، تقویت رسانه ها و کمک به پیشبرد دموکراسی بود. دو هدف کاملا متفاوت، ابزارهاشون هم فرق میکنه. بنابراین من شکست اصلاحات رو، شکست آقای خاتمی رو یک شکستی برای جنبش دموکراسی خواهی میدونم در ایران، ولی شکست آقای روحانی شکست آقای خامنه ایست در اهداف ایدئولوژیکش، پیشرفت در برنامه هسته‌ای و به دست آوردن پول بیشتر و اقتصاد بهتر برای اهداف ایدئولوژیکی که داره.